به نام خدا، با سلام خدمت همه مخاطبین فرادرس. آرش عباسی هستم. در این آموزش با شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار های سیستمیک در خدمتتون خواهم بود. شبیه سازی فرآیندها این امکان رو به ما میده که بتونیم قبل از دیدن یک فرآیند و انجام یک فرآیند واقعی پارامترهای مختلفی که در فرایند دخیل هستن و مؤثر هستن رو بررسی کنیم، تجهیزات رو عملکردشون رو بهتر بشناسیم و اونها رو بتونیم مدل سازی و حتی طراحی بکنیم. نرم افزارهای مختلفی برای شبیه سازی فرایندها در رشته مهندسی شیمی وجود داره که یکی از قوی ترین اونها نرم افزار اسپن های سیس هست که ماژول های مختلفی داره و یکی از اون ماژول ها استفاده از ابزارهای دینامیکی هست برای شبیه سازی حالت هایی که با تغییر پارامترهای اولیه سیستممون به یک سیستم ناپایا تبدیل میشه. در این آموزش ما به شبیه سازی با حالت دینامیکی و حالت ناپایا در فرآیندهای شیمیایی میپردازیم. نکته که مهم هست و باید بهش اشاره کنم این هست که دانشجویان در این آموزش باید اساس نرم افزار های سیس رو از قبل یاد گرفته باشن و شبیه سازی در حالت پایا رو بلد باشن و ما صرفاً به آموزش قسمت داینامیک میپردازیم و به طور خلاصه و مروری تری اگر لازم باشه حالت پایا رو توضیح خواهم داد. شبیه سازی فرایند ابزاری هست که با استفاده از اون میتونیم به مدل سازی هر فرایندی که یک جریان پیوسته جرم و انرژی رو در یک واحد عملیاتی به واحد عملیات دیگه منتقل میکنه رو انجام بدیم و این امکان رو به ما میده که بتونیم پدیده های مختلف رو به صورت ریاضی قبل از انجام فرایند واقعی تحلیل کنیم. همونطور که در درس های پایه خوندیم، مثل انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات و درس های از این قبیل، ما یک سری معادلاتی داشتیم که میومد پدیده های ریاضی رو و پدیده هایی که در واقع اتفاق میافتاد رو به صورت ریاضی مدل میکرد و بعد اونها رو حل میکردیم تا پارامترهای مد نظرمون رو به دست میاریم. نرم افزارهای شبیه سازی میان این کار رو با استفاده از برنامه نویسی که شدن با قدرت و تحلیل بسیار خوبی انجام میدن و یک نرم افزار های سیس هم دارای بانک اطلاعاتی بسیار قوی از پارامترهای مختلف و مدل‌های مختلف ترمودینامیکی هست و این کار رو میتونه برای ما به خوبی و با سرعت بیشتری انجام بده. فرایندی که ما میایم شبیه سازی میکنیم بسیار میتونه مفید باشه. کاربردهای متنوعی رو این کار به ما میده و اینکه میتونیم تحقیقات و توسعه انجام بدیم روی یک واحدی که قبلا شبیه سازی شده. این کار بسیار متداول هست. خب خیلی از واحدهای شیمیایی فرآیندهاشون اختراع شده و توسعه پیدا کرده و سالها هست که صنعتی هست. امروزه به هر دلیلی مثل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، مهم شدن میزان مصرف انرژی و دلایلی از این دست نیاز هست که روی همون واحدها ما توسعه و تحقیق انجام بدیم تا فرایندمون رو بهبود ببخشیم. در واقع ما فرایند جدید رو نمیخوایم طراحی کنیم، صرفا میخوایم که عملکرد همین فرایند و واحد صنعتی که داریم رو بهبود بدیم، که خب یکی از روشهایی که میتونیم استفاده کنیم استفاده از همین شبیه سازها هست. میتونیم پارامترها رو در اونها تعریف کنیم و با تغییر دادن اونها نتایج رو اینجا ببینیم که اگر مدلمون رو درست انتخاب کنیم و شرایط رو به خوبی مهیا کنیم بسیار نزدیک خواهد بود به حالت واقعی و میتونیم اون رو روی فرآیند صنعتیمون که داریم پیاده سازی کنیم. یکی دیگه از کاربردها این هست که با استفاده از این نرم افزارها میتونیم یک فرآیند رو کاملا طراحی کنیم، یک فرآیند جدید رو، فرآیند تولید رو میتونیم شبیه سازی کنیم. همونطور که اشاره کردم اپتیمیزیشن و بهینه سازی رو داریم به علت مسائل مختلف، از جمله مهمترین اونها همون بحث انرژی که امروز بسیار مهم هست یا مسائل محیط زیستی. و کاربرد دیگه‌ای که داره در آموزش میتونه استفاده بشه، خیلی از آموزش‌های پایه‌ای که در دروس می‌خونیم رو میتونیم با استفاده از این نرم افزارها ملموس‌تر و واقعی‌تر ببینیم و همه این ابزارهایی که به ما میده شبیه‌سازی میتونه برامون بسیار پرفایده باشه. امروز از این نرم افزارها به طور گسترده در صنایع مختلف شیمیایی، پتروشیمی، پالایش نفت و گاز، در نیروگاه‌ها، صنایع معدنی و امروز در صنایع پیشرفته‌تر و جدیدتر مثل بیوتکنولوژی، صنایع دارویی و همچنین صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیره. با ایجاد یک مدل شبیه سازی از یک دستگاه یا یک خط تولید می‌تونیم با سرعت و دقت
بیشتری انواع محاسبات طراحی رو انجام بدیم. همونطور که اشاره کردم میتونیم بهره‌وری و بهینه‌سازی اون واحد رو انجام بدیم و این میتونه برای کل فرایند بسیار مفید باشه. شرکت‌های مختلفی نرم‌افزارهای متعدد شبیه‌سازی تولید کردن. اینجا سری از اونها رو می‌بینید. نرم‌افزار پرومکس رو داریم، نرم‌افزار چمکت رو داریم، نرم‌افزار پتروسیم رو داریم که بیشتر کاربردش برای شبیه‌سازی فرآیندهای پالایشگاهی هست که بر پایه همین نرم‌افزار هایسیس بهبودسازی شده توسط یک شرکت ژاپنی، و خود شرکت اسپن تک که نرم‌افزارهای متعددی مثل اسپن پلاس و اسپن هایسیس رو توسعه داده و بسیار پرکاربرد و قوی هست این نرم افزار هایسیس، و همونطور که اشاره کردم انواع اقسام ماژول های مختلف، تجهیزات مختلف و بانک های قوی اطلاعات مربوط به انواع ساختار ماده و ترمودینامیک و خواص اونها رو در خودش جای داده که در این آموزش ما از بین این همه نرم افزار شبیه سازی که وجود داره میخواییم با استفاده از نرم افزار هایسیس از ماژول های داینامیکش استفاده کنیم و شبیه سازی رو در حالت ناپایا انجام بدیم. اما قبل از این که به خود نرم افزار بپردازیم، یک سری مباحث تئوری و پایه رو با هم مرور می‌کنیم. بعد از اون یک سری مباحث کنترلی رو بهش اشاره خواهم کرد و بعد وارد محیط نرم افزار میشیم و با قسمت‌های مختلفش آشنا میشیم و در ادامه هم به شبیه‌سازی تعدادی از فرآیندها و مثال‌های مربوط به اون می‌پردازیم. یکی از قسمت‌های مهمی که در مدل‌سازی مد نظر هست این هست که ما از چه قاعده‌ای برای مدل‌سازی ریاضیمون استفاده کنیم. ما میتونیم به دو شکل مدل‌سازی ریاضیمون انجام بدیم، یکیش مدل توزیعی هست و یکیش مدل توده‌ای. در بسیاری از سیستم‌های مهندسی شیمی که کمیت‌های مختلف فیزیکی مثل دما، غلظت وجود دارن، در سه بُعد x و y و z وجود دارن و نسبت به زمان تغییر می‌کنه. این سیستم‌های توزیعی نامیده میشن و اونها رو با استفاده از معادلات ریاضی در قالب مجموعی از معادلات که معادلات دیفرانسیل جزئی یا اصطلاحاً PDE هستن نشون میدیم. همونطور که اگر خاطرتون باشه به عنوان مثال در درس انتقال جرم ما معادله توزیع انتقال جرم رو که داشتیم، معادله به شکلی بود که اگر نسبت به ترم زمان ناپایا بود ما یک روند CA به روند T هم داشتیم و اون سمت هم که در واقع پارامترهایی که وجود داشت تشکیل یک معادله PDE میداد که حلش هم به وسیله روش‌های دستی کاملا سخت هست. معمولا در قسمت کارشناسی وقتی دارن تدریس میکنن یک سری در واقع فرضهایی رو در نظر میگیرن تا معادلات به شدت ساده بشه که قابل حل باشه، اما خود معادلات اصلی و PDE رو هم معمولا با استفاده از نرم افزارهای ریاضی مثل MATLAB قابل حل هست. مدل دیگه مدل توده یا لامپت هست که از تغییرات کمیت‌های فیزیکی نسبت به مکان صرف نظر میشه و فقط تغییرات اون رو نسبت به زمان در نظر میگیریم. به عبارت دیگه در سیستم‌های توده تمام شرایط فیزیکی در فضا یکسان در نظر گرفته میشه و اگر این فرض رو انجام بدیم معادلات دیفرانسیل جزئی PDE مون به معادلات دیفرانسیل معمولی یا همون ODE تبدیل میشه که حلش بسیار ساده تر هست. نرم افزار هایسیس برای حل معادلات مربوط به تجهیزات مختلف از مدل توده ای استفاده میکنه، اما گاهی اوقات استفاده از این مدل در واقع میتونه با عملکرد و مدل اصلی یک تجهیز تفاوت داشته باشه. مثالش راکتور PFR هست که دما و غلظت در طول راکتور یعنی با مکان تغییر میکنه. به همین علت هایسیس میاد این راکتور رو به تعداد زیادی سیستم توده‌ای با حجم کم تقسیم میکنه و در هر کدوم فقط تغییرات سرعت واکنش، دما و ترکیب درصد رو نسبت به زمان در نظر میگیره تا این مدل توده‌مون به مدل توزیع اصلی که برای PFR وجود داره نزدیک بشه. اما ما برای معادلاتی که بر هر سیستم می‌نویسیم به دو دسته معادلات دیفرانسیل میتونیم بر بخوریم. یک سری از اونها معادلات دیفرانسیل خطی هستن که مربوط به سیستم‌های درجه اول بهشون میگیم. مثالی که در واقع بخوایم بزنیم فرضاً معادله شیمیایی در یک راکتور اگر سرعت واکنش از نوع درجه اول باشه، یعنی ریت واکنش رو به صورت آرا مساوی با کا سی آ بنویسیم، یک معادل دیفرانسیل مرتبه اول داریم. معادل دیفرانسیل دیگه‌ای وجود دارن که در اسلاید هم می‌بینید به این شکل هست که گاما یک ضریبی هست مشتق ایگرگ نسبت به زمان
به علاوه Y3 که این تابمون رو غیر خطی میکنه، برابر یک تابه‌ای که با حل مدل دیفرانسیل میتونیم پارامتر Y‌مون رو به دست بیاریم. که بیشتر معادلاتمون در سیستم های مختلفی که برای حالا انتقال حرارت، انتقال جرم و سایر می نویسیم به شکل همین سیستم های غیر خطی هست که میتونیم معادلاتمون رو از طریق جبر ماتریسی و به صورت تحلیلی هم حل کنیم و یا با استفاده از روش های عددی که وجود داره میتونیم اونها رو حل کنیم. اگر بخوایم مثالی در واقع برای همین سیستم هم بزنیم، همون مثال قبلی که زدم، فرض کنید که معادله ریت واکنشمون به صورت کاسیا به توان 2 باشه و در این حالت در واقع سیستممون به صورت غیر خطی در میاد. قوانین پایستگی یا قوانین بقا اساس مدل سازی ریاضی در نرم افزار هایسیس هست که به دو صورت کلی در واقع ما موازنه جرم رو داریم برای سیستممون و موازنه انرژی. در حالت ناپایا ما همواره تجمع داریم، در واقع روند به روند تی صفر نیست مثل حالت پایا، و موازنه هم همونطور که باش آشنا هستید برابر میشه با جرم ورودی منهای جرم خروجی. برای انرژی هم تجمع انرژی برابر خواهد بود با جریان ورودی از انرژی منهای جریان خروجی از انرژی که مربوط در واقع به اون سیالی میشه که وارد سیستم میشه و از اون خارج میشه. اگر حرارتی رو حالا به هر عنوان مثلا با استفاده از یک هیتر به سیستم اضافه کنیم، این به سیستممون اضافه میشه. ممکنه واکنشی در سیستم داشته باشیم که حرارت تولید کنه، این هم جمع میکنیم با پارامترمون، و اگر کار روی سیستم انجام بشه علامتش منفی خواهد بود و به این شکل موازنه ای انرژی رو هم میتونیم بنویسیم. فرض کنید که میخواییم برای یک راکتور CSDR بیایم موازنه جرم و انرژی رو بنویسیم. اگر این شماتیک راکتور CSDR مون باشه و یک جریان ورودی و یک جریان خروجی داشته باشه، ماده وارد این راکتور میشه و یک واکنش شیمیایی هم ما داریم. می‌خوایم برای این راکتور موازنه جرم و انرژی رو بنویسیم. جریان ورودی به راکتور رو FI و با FO هم خارج میشه، دبیامون هستن. موازنه جرم به این شکل خواهد بود، برای یک سیستم داینامیک ناپایا می نویسیم، بنابراین تغییرات رو نسبت به زمان خواهیم داشت و ترم تجمعمون وجود داره و غلظت خروجی برای ماده آ ضرب در حجم برابر خواهد بود با همونطور که در اسلاید قبل دیدید ورودی منهای خروجی، و یک واکنش تولید هم در اینجا داشت. این موازنه جرممون برای یک راکتور CSTR در حالت ناپایا خواهد بود و به این شکل میتونیم موازنه جرممون رو بنویسیم. اما برای نوشتن موازنه انرژی، اگر خاطرتون باشه از درس ترمودینامیک، برای معادله قانون اول ترمودینامیک که برای انرژی برای یک سیستم حالت گذر و جریاندار بود، به این شکل مینوشیم که تغییرات انرژی که مجموعه تغییرات انرژی درونی، پتانسیل و جنبشی بود، برابر هست با انرژی خروجیمون منهای ورودی با آی نمایشش میدیم و گرما و کاری که در سیستم وجود داشت. برای این راکتور CSTRمون خب فرض میگیریم که سرعت سیالمون خیلی بالا نباشه، در نتیجه انرژی جنبشیمون صفر خواهد شد. پی ای هایی که در موازنه نوشتم مربوط به انرژی پتانسیل میشه، خب خیلی در واقع تغییر ارتفاع قابل توجهی نداریم که انرژی پتانسیل و تغییرات مشخصی داشته باشیم، میتونیم از انرژی پتانسیل هم صرف نظر کنیم. و اگر فرض بگیریم که سیستممون همزن نداشته باشه و کاری هم روی سیستم رخ نده، میتونیم کار رو هم صفر قرار بدیم. و اگر امداد رو به صورت پارامتر دبی ضرب در چگالی بنویسیم، نهایتاً موازنه جرممون به این شکل خواهد شد که تغییرات انرژی درونی نسبت به زمان برابر خواهد بود با جریان خروجیمون در آنتالپی اون منهای جریان ورودیمون، و علاوه کیوی که همونطور که اشاره کردیم در قسمت موازنه جرم، ما یک گرمای واکنش داریم، گرمای دیگه هم که به سیستممون وارد نشد، و نهایتاً موازنه انرژیمون هم
به این شکل برای این راکتور مشخص میشه. همطور که ترمودینامیک هم خاطرتون هست، U رو ما میتونیم به صورت H به علاوه PV هم بنویسیم که این یک معادله دیفرانسیل میشه که بر حسب تغییرات آنتالپی میتونیم اون رو حلش کنیم و مقادیر مورد نظرمون رو به دست بیاریم. همونطور که موازنه ها رو در حالت که داینامیک هست و تجمع در سیستم داریم به عنوان مثال برای راکتور نوشتیم، هایسیس برای حل این معادلات اگر خاطرتون باشه از درس محاسبات عددی یک روشی داشتیم تحت عنوان روش اویلر غیر صریح که می اومدیم با این روش از یک انتگرال گیری مستطیلی تقریبی استفاده میکردیم و معادلات به این شکل رو با اون حل میکردیم. هایسیس هم برای حل معادلاتش میاد از همین روش استفاده میکنه. روش بسیار مناسبی برای حل معادلات پیچیده هست و همگرایی بسیار خوبی داره. پارامترهای انتگرال گیری رو هم، یعنی گامهای زمانی رو هم میتونیم تغییر بدیم در سولور هایسیس که حالا در ادامه که وارد نرم افزار شدیم به این قسمت هم میپردازیم. اگر بخوایم هم اشاره‌ای داشته باشیم به حل معادلات در حالت پایدار و داینامیک در هایسیس، تفاوتش این هست که در حالت پایدار از عملیات ماژولار و الگوریتم‌های غیر ترتیبی برای حل فلوشیت استفاده می‌کنه هایسیس و در حالت داینامیک میاد موازنه‌ها رو به صورت همزمان در نظر نمی‌گیره و از یک الگوریتم غیر ترتیبی برای حل معادلات استفاده می‌کنه. با این مقدمه‌ای که راجع به کل شبیه سازی داینامیک در هایسیس و یک خلاصه کوتاهی از عملیات ریاضی که انجام میشه، فصل یک تموم میشه. در فصل دو مباحث کنترلی رو که در درس کنترل فرآیند هم حتما رو مطالعه کردید مرور خواهیم کرد تا بتونیم وارد محیط کنترلی نرم افزار هایسیس بشیم. به نام خدا. با سلام خدمت همه مخاطبین فرادرس. با فصل دوم از شبیه‌سازی دینامیک فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار هایسیس در خدمتتون خواهم بود. در این فصل قبل از اینکه وارد محیط نرم افزار بشیم یک مرور کوتاهی داریم بر مباحث کنترلی که در درس کنترل فرآیندمون اونها رو مطالعه کردید و یک خلاصه از مباحث کنترلی میگیم و بعد از اون شروع میکنیم به آشنا شدن با قسمت‌های مختلف دینامیکی در نرم افزار هایسیس. کنترل فرایند شامل کنترل همه متغیرهای مثل دبی، دما، فشار در یک واحد عملیاتی میشه. کنترل فرایند علاوه بر این که میتونه باعث حداکثر کردن بازده واحد و همچنین بالا بردن کیفیت محصول بشه، شرایط ایمنی رو برای هم تجهیزات واحد و افرادی که اونجا کار میکنن در واقع میتونه ایجاد کنه. نرم افزار هایسیس داره قابلیت مختلفی برای انجام فرآیندهای کنترلی هست و میتونیم با استفاده از اون فرآیندهای کنترلیمون رو در حالت داینامیک شبیه سازی کنیم. با استفاده از هایسیس میتونیم طراحی آزمایش استراتژی‌های مختلف کنترلی رو انجام بدیم و بهترین اونها رو انتخاب کنیم بدون اینکه بخوایم این آزمون رو در پلن واقعیمون انجام بدیم. همچنین میتونیم شرایط واحدمون رو در حالت اضطراری و غیر عادی که اختشاش مشخصی به سیستم وارد میشه رو مطالعه و بررسی کنیم و این آمادگی رو داشته باشیم که اگر تغییر خاصی در هر کدوم از تغییرهای عملیاتیمون اتفاق افتاد در واحد اصلی چه اتفاقی میفته و میتونیم اون رو در یک سیستم شبیه ساز در کامپیوتر انجام بدیم بدون اینکه بخواد به سیستم اصلیمون در شرایط واقعی آسیبی وارد بشه. همونطور که در فصل قبل هم اشاره کردم، ساده ترین راه برای تعریف یک فرایند شیمیایی این هست که برای اون قانون موازنه جرم بنویسیم که ساده ترین حالتش این هست که تجمع برابر خواهد بود با ورودی منهای خروجی به علاوه تولید. فرض کنیم که بخوایم برای یک مخزنی که بهش یک جریان مایع وارد و از اون خارج میشه موازنه رو بنویسیم. این جریان ورودی به اون مخزنمون هست که یک شیر هم درش وجود داره و جریان خروجی هم از پایین مخزن خارج میشه که روی اون هم یک شیر وجود خواهد داشت. جریان ورودیمون با FI و جریان خروجیمون هم با FO نمایش میدیم. مخزنمون تا یک سطح مشخصی، ارتفاع مشخصی به ارتفاع H، مایع درش وجود داره.
خب چیزی که واضح هست در این مخزن و میتونه نسبت به زمان با توجه به دبی جریان ورودی و خروجی تغییر کنه، ارتفاع این مخزن خواهد و در حالت کلی حجم مخزن هست که نسبت به زمان میتونه تغییر کنه و برابر هست با دبی جریان ورودی منهای خروجی، که اگر میدونیم که مساحت این مخزنمون ثابت هست، مساحت خارج میشه و ارتفاع مخزن چیزی هست که میتونه نسبت به زمان تغییر کنه و موازنمون به این شکل خواهد شد. رابطه بین ارتفاع مایع و جریان خروجی از تانک یک رابطه غیر خطی هست و برای استفاده راحت‌تر و حل راحت‌تر این مسئله میایم رابطه‌مون رو خطی سازی می‌کنیم و برای این کار پارامتر رو در نظر می‌گیریم تحت عنوان R که مقاومت شیرمون هست. و اگر این رو به این شکل داشته باشیم که جریان خروجی رو به صورت ارتفاع تقسیم بر R در نظر بگیریم، معادلمون به این شکل خواهد شد: A دیه H به دیه T منهای F I برابر هست با F I منهای H بر روی R. و با ساده سازی و طرف این وسط این ادامه میدیم و نهایتا اگر R A رو به صورت یک پارامتر در نظر بگیریم، معادلمون نهایتا به این شکل خواهد شد: تا دی ایگرگ به دی تی به علاوه ایگرگ تی برابر میشه با کا یو تی، که همون معادله سیستم درجه اولی هست که در فصل اول بهش اشاره کردیم، که در این معادله کا بهره حالت پایدار و تا هم ثابت زمانی هست، ایگرگ تی خروجی از سیستم و یو تی ورودی به سیستم خواهد بود. همونطور که در اسلاید قبل در نوشتن موازنه دیدید، ما یک سری پارامترها داشتیم که برای سیستم درجه اول رو توصیف میکنه. یکی از اون پارامترها که با کا هم نمایشش دادیم بهره فرایند یا اصطلاحاً پروسس گین هست، که به صورت نسبت تغییرات به انحراف در جریان خروجی بر روی تغییرات به انحراف در جریان ورودی تعریف میشه، که فرمولش رو هم اینجا میبینید. حالت ایگرگ اس اس، اونی که ان داره، مربوط به مقدار جدید خروجی در حالت پایدار هست و مقدار اس اس هم حالت استدی استیت قبلی خواهد بود، و برای یو هم مقدار ورودی رو نشون میده که به حالت جدید و حالت قبلی رو نمایش میده. پارامتر بعدی ثابت زمانی تایم کانستنت هست، که برابر هست با اختلاف زمان اعمال تغییرات و رسیدن به پاسخ رو اصطلاحاً ثابت زمانی برای یک فرایند میگیم. پارامتر بعدی ظرفیت هست، که به دو شکل میشه تعریفش کرد. حالت اول که تعریف متداول و ساده تری هست، مربوط میشه به حجم یا فضایی که سیستم میتونه ذخیره کنه رو میتونیم اصطلاحاً ظرفیت بگیم. تعریف بعدی مربوط میشه به قابلیت میرا کردن تغییرات ورودی به یک سیستم رو اصطلاحاً ظرفیت سیستم میگیم. به عبارت دیگه ظرفیت قابلیت برگردوندن سیستم وقتی هست که یک اختشاشی بهش وارد میشه و توانایی سیستم رو برای برگردوندن به حالت قبلی رو اصطلاحاً ظرفیت یا میرایی سیستم میگن، که اینجا این فرمول رو هم میتونیم براش بنویسیم که میرایی برابر هست با یک منهای اون طیف یا اندازه پاسخ خروجی از سیستم تقسیم بر اون میزان طیف که مربوط به اختشاش ورودی به سیستم هست. تعریف بعدی مربوط میشه به دد تایم یا زمان مرده، که در واقع اختلاف زمانی بین لحظه وارد شدن اختشاش یا تغییر به سیستم و لحظه شروع پاسخ هست که اصطلاحاً زمان مرده در نظر گرفته میشه. زمانی که به هر دلیلی حالا قبل از یک سیستم یک اختلالی رخ میده و یک تغییراتی ما داریم، به صورت آنی نیست که سیستم کنترلی بتونه پاسخ بده، یک زمانی طول میکشه که دیتکت کنه اون اختلال رو و اختشاش رو و شروع کنه به پاسخ دادن به این اختشاش. این زمان زمان مرده خواهد بود اصطلاحاً. و خود اختشاش هم که بارها لغتش رو به کار بردم، تغییری هست که در متغیرهای خارجی یک فرایند رخ میده و باعث میشه که
ما مقدار مطلوب خروجی در سیستممون رو تغییر کنه که نیاز هست که سیستممون کنترل شه و به حالت قبلی برگردونده شه. روش های کنترل مختلفی رو داریم که عبارت هست از کنترل مدارباز، کنترل فیدبک یا پسخور، کنترل پیشخور یا فید فوروارد و کنترل کسکید. یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین سیستم های کنترل، کنترل مدارباز یا اوپن لوپ کنترل هست که در اون کنترل ورودی فرایند رو بدون دونستن متغیرهای خروجی تنظیم میکنه و در حقیقت از خروجی هیچ اطلاعاتی نمیگیره و از قبل در واقع به صورت یک حالت پیش‌فرض تعیین شده و سیستم رو به همین شکل کنترل میکنه. مثالی که بخوایم راجع به این سیستم بزنیم، فرض کنید این چراغ‌های راهنمای ترافیک شهری یک سیستم در واقع کنترل مدارباز هست به نوعی که بر اساس قوانین از پیش تنظیم شده میاد یک تایم مشخص یک قسمت رو می‌بنده و قسمت دیگر باز میکنه و خیلی کامل این کار رو بدون توجه به اینکه حجم ترافیک به چه شکل هست یا مثلا کدوم ور شلوغ‌تر هست یا کدوم ور خلوت‌تر هست انجام میده. به صورت مثلا پیش‌فرض یک طرف چهارراه رو مثلا 60 ثانیه و طرف دیگر رو 40 ثانیه قرمز و سبز میشه و بدون توجه به اینکه بار ترافیکی رو در نظر بگیره. که قاعدتا از این نوع سیستم‌های کنترل در فرآیندهای شیمیاییمون خیلی نمیتونیم استفاده کنیم، چون به شدت کنترل باید تابع اون فیدبکی باشه که از خروجی دریافت میکنه. سیستم بعدی دیگه ای که بسیار پرکاربرد هست در کنترل فرآیندهای مختلف، سیستم کنترل فیدبک یا کلوز لوپ هست که در این سیستم در واقع کنترل از طریق ارسال اطلاعات مربوط به متغیرهای خروجی به کنترلر انجام میشه و کنترلر با استفاده از این اطلاعات و تغییر پارامترها میتونه فرایند رو کنترل کنه که ساده ترین و پرمصرف ترین سیستم های کنترل هم به همین شکل هستن. فرض کنیم که یک مخزنی وجود داره به این شکل که سیالی با دمای ورودی تی آی واردش میشه و با دمای خروجی تی آر که مطلوب ما هست از سیستم خارج میشه. مخزن اون یک ارتفاع مایعی داره به ارتفاع H و در جداره اون هم بخاری جریان داره که به سیستممون گرما تزریق میشه. فرض کنیم به هر علتی دمای جریان ورودی نوسان میکنه و ما یک اختشاشی در سیستممون خواهیم داشت. به دلیل اینکه دمای خروجی که مطلوب اون هست با دمایی که کنترل دیتکت میکنه تفاوت خواهد داشت، با مقدار ست پوینت بنابراین شیر کنترل یک سیگنالی رو به جریان استیم میفرسته و با تغییر دبی استیم که در جداره داخلی وجود داره اختلاف دمای جریان خروجی رو با مقدار مقرر کاهش میده و این میاد سیستم رو کنترل میکنه با توجه به اینکه دمای ورودی تغییر کرده و اون رو به حالت قبلیش میرسونه. به عبارت دیگه میتونیم اینجوری بگیم که در حالتی که سیستم پایا بود درصدی از شیر کنترلمون باز بود که به اون حالت اوپی استدی استیت میگیم و در صورت اینکه خطا در واقع صفر شه در حالت داینامیک باز هم شیر کنترل در همون حالت خواهد بود و اگر تغییری داشته باشیم اون اوپنینگ شیر کنترلمون تغییر خواهد کرد. کنترل فیدبک میاد با کاهش اختلاف بین متغیر فرآیندی که با پی وی نمایشش میدیم و مقدار مقرر که ست پوینت یا اس پی نمایشش میدیم فرآیند رو کنترل میکنه و برای این کار یک مراحلی رو انجام میده. ابتدا متغیر خروجی یا همون پی وی اندازه‌گیری میشه مقدارش، این مقدار با مقدار ست پوینت مقایسه میشه و اختلاف بین این دوتا که ارورمون هست رو محاسبه میکنه و با وارد کردن تابع خطا به معادله کلی کنترل میایم میزان باز بودن کنترل ور رو محاسبه میکنه و نهایتاً با ارسال درصد اوپنینگ به آخرین المان کنترلیمون که ورودی فرایند هست رو تعیین میکنه و به همین شکل فرایندمون کنترل خواهد شد. و این روند تا زمانی که فرآیند کنترل بشه و یا اختشاشات دیگه‌ای داشته باشیم مرتباً تکرار میشه. این هم شماتیک ساده ای از فرآیندی که در یک کنترل فیدبک رخ میده.
همونطور که اشاره شد، اختلاف مقدار متغیر خروجی از فرآیند و ست پوینت مطلوب مورد نظر ما خطا نامیده میشه یا ارور. با توجه به مثبت یا منفی بودن بهره حالت پایدار، خطا به شکل‌های مختلفی تعریف میشه که ما در واقع دو عملکرد معکوس و مستقیم رو خواهیم داشت. در عملکرد معکوس ارور به این شکل تعریف میشه که ارور مساوی میشه با ست پوینت منهای اون متغیر فرایندیمون، ای مساوی میشه با اس پی منهای پی وی، که در این حالت اگر پی وی از میزان اس پی بالاتر باشه، اوپنینگ یا ورودی فرایند کاهش پیدا میکنه و یا برعکس. اگر بهره حالت پایدار برای فرایند منفی باشه، خطا رو بر اساس عملکرد مستقیم محاسبه میکنن که اینجا ارور مساوی میشه با پی وی منهای ست پوینت، که در این حالت اگر پی وی از ست پوینت بالاتر باشه، اوپنینگ والو یا ورودی فرآیند رو افزایش میدن و برعکس. به عنوان مثال ساده از کنترلر با عملکرد معکوس میتونیم به کنترل دمای جریان فرآیندی خروجی از ریبویلر اشاره کنیم، که در این مورد اگر دمای جریان خروجی از ریبویلرمون از ست پوینت مد نظر ما زیادتر باشه، کنترلر به شیر کنترلر سیگنالی میفرسته که باعث کاهش اوپنینگ والو میشه و دبی اون بخار یا گاز داغی که وارد ریبویلر میشه رو کاهش میده، در نتیجه انرژی حرارتی کاهش پیدا میکنه و نهایتاً دمای ریبویلر هم کم خواهد شد. اگر کنترل فیدبک نتونه متغیر فرآیندی رو به خوبی کنترل کنه، معمولا از کنترل پیشخور یا فید فوروارد استفاده میکنیم. در کنترل فیدبک اختشاش به سیستم وارد میشه و سیستم رو در واقع دچار تغییر میکنه و سپس در واقع سیستم کنترلی میاد پاسخ میده و اون رو برمیگردونه به حالت مطلوب. ولی در کنترل فید فوروارد قبل از تحت تاثیر قرار گرفتن فرآیند توسط اختشاش مربوطه، میاد سیستم رو کنترل میکنه و اگر در واقع اختشاش به طور قابل توجهی فرآیند رو تحت تاثیر خودش قرار بده، باز هم میام از کنترلر دیگه مثل کسکید استفاده میکنیم که اون رو در ادامه توضیح میدم. در کنترلر پیشخور به اطلاعاتی در رابطه با ست پوینت و اختشاش ورودی به فرآیند نیاز داریم تا بتونیم فرآیندمون رو کنترل کنیم. اگر در یک سیستم کنترل با تغییر دبی جریان غیر از اون جریان فرآیندی یکی از مشخصات جریان فرآیند رو کنترل کنیم، اصطلاحا میگیم که کنترلمون کسکید هست. برای درک بیشتر این موضوع مثالی رو عنوان میکنم. در ریبویلرها برای کنترل دمای جریان فرآیندی روی شیر کنترل در مسیر اون حالا بخار یا فیول گسی که وجود داره سیگنال فرستاده میشه و با تغییر دبی اونها میزان انرژی که به سیال فرآیندیمون داده میشه مطابقت میکنه با اون دمایی که میخوایم از جریان فرآیندیمون داشته باشیم. در کندانسورها هم به طور مثال برای کنترل دمای جریان فرآیندی روی شیر کنترل مسیر آب خنک کننده سیگنال فرستاده میشه تا با تغییر دبی اون میزان انرژی گرفته شده از جریان فرآیندی به اندازه‌ای باشه که بتونیم دمای جریان فرآیندی با مقدار ست پوینت مد نظرمون هماهنگ باشه. به عبارت دیگه در این حالت باید دبی جریان غیر فرآیندی رو با یک فلو کنترل کنترل کنیم. به این شکل هست که کنترلر اول به جای سیگنال فرستادن روی شیر کنترلر، سیگنال رو روی کنترلر دوم میفرسته تا بتونیم با دبی جریان غیر فرآیندی و مشخصات اون سیستم رو کنترل کنیم که به این سیستم اصطلاحاً سیستم کسکید گفته میشه. ساختارهای کنترلی مختلفی وجود داره که هر کدوم از اونها ویژگی‌های متفاوتی دارن که بر اساس نوع فرآیند ما و نحوه کنترل و حساسیت شرایط فرآیندی میتونیم از ساختارهای کنترلی مختلف استفاده کنیم. ساده‌ترین نوع کنترل یک کنترل دیجیتال آن آف هست که به عنوان مثال در سیستم گرمایش منازل یا در مثلا ساختار اتو وجود داره و به این شکل هست که زمانی که ترموستات دما کمتر از ست پوینت رو اندازه گیری کنه، هیتر یا اون قسمت گرمایی اون وسیله روشن میشه و زمانی که دما بالاتر از ست پوینت باشه اون هیتر خاموش میشه. از این کنترل آن آف در حالتی میتونیم استفاده کنیم که انحراف از ست پوینت در محدوده مشخصی قابل قبول باشه و نوسان باعث پایداری سیستم
نمیشه و همونطور که اشاره شد در همین سیستم های ساده در حد مثلا وسایل در واقع گرمایشی منزل و اینها قابل استفاده است. ساختار دیگه کنترل تناسبی هست که با پی معمولا نمایشش میدیم. برخلاف کنترل آن آف، این کنترل کننده مناسب تری هست که میتونه نوسان متغیر فرآیندی رو به سرعت از بین ببره. اما در واقع ایراد و محدودیتی که این ساختار کنترلی داره به این شکل هست که همواره در این سیستم ها بین ست پوینت و متغیر فرآیندی افت کنترل یا آفست وجود داره و آفست نمیتونه صفر بشه و زمانی در واقع این اتفاق میفته در حالت حدی که کایسی که همون بهره یا حساسیت هست خیلی بزرگ باشه. از اونجایی که زیاد کردن کایسی در واقع پایداری سیستم رو به هم میریزه، نهایتا ما نتیجه رو خواهیم گرفت که کنترل تناسبی نمیتونه سیستم رو دقیقاً به حالت اولیه برگردونه و آفست در واقع صفر باشه. این ساختار کنترلی برای سیستم‌های مناسب هست که ما یک پاسخ سریع در مقابل اون تغییر و اختشاش ورودی نیاز داریم و در واقع اون افت کنترل هم باید مهم نباشه خیلی، چون نهایتاً به حد اولیه برش نمیگردونه. مثالی که در واقع برای این سیستم میتونیم بزنیم کنترل لول یک مایع هست که با استفاده از کنترل در واقع تناسبی انجام میشه. مهم هست برای ما که سطح مایه از یک مقداری بیشتر نشه. حالا اگر به اون مقدار اولیه هم برنگشت خیلی اینجا میتونه مهم نباشه و استفاده از این کنترل در اینجا مناسب خواهد. کنترل بعدی که کنترل تناسبی انتگرالی و پی آی اصطلاحا نمایشش میدیم، قابلیت این رو داره که متغیر فرآیندی رو مجدداً به مقدار ست پوینت برسونه و خطا رو در سیستم صفر کنه، در واقع آفستمون صفر میشه. ولی این باعث میشه که در واقع نوسان پاسخ افزایش پیدا کنه. به عبارت دیگه کنترل پی آی نسبت به پی زمان بیشتری رو برای کنترل و صفر کردن صرف میکنه و میتونه آفست رو به صفر برسونه و جاهایی که مهم هست که برای ما متغیر دقیقاً برگرده به حالت ابتدایش، بسه که جایی که مثلا دمای اون به شکلی هست که واکنشی که در ادامه میخواد انجام بشه تحت تاثیر زیادی قرار میگیره، خب قطعا باید ما برسونیم دما رو به همون مقدار مد نظرمون. در نتیجه اینجا میتونیم از این کنترلر استفاده کنیم. و نوع دیگه ساختار کنترلی حالت تناسبی انتگرالی مشتقی یا PID هست که اگر در واقع پاسخ کنترلر PI در مقابل اختشاش ورودی به حد کافی نباشه، میتونیم ترم مشتقگیری رو هم استفاده کنیم تا دوره نوسان پاسخ رو کم کنه. ترم مشتقی در این کنترلرها روند و جهت تغییرات خطا رو پیش بینی میکنه و میتونه سرعت رسیدن به پاسخ مناسب رو افزایش بده. این دسته از کنترلرها برای فرآیندهای مناسب هستن که دد تایم و ظرفیت زیادی دارن و اضافه کردن ترم مشتقی باعث میشه که سرعت پاسخ افزایش پیدا کنه. ترم انتگرالی در این کنترلرها با وجود اینکه کاهش میده خطا رو تا میزان صفر، تأخیر زیادی ایجاد میکنه در سیستم کنترلمون و برای رفع این مشکل و سریع کردن در واقع پاسخ ما میایم ترم مشتقی رو هم به این سیستممون اضافه میکنیم. بعد از آشنایی با انواع سیستم ها و ساختارهای کنترلی به این میرسیم که در واقع چه نوع کنترلگری رو ما انتخاب کنیم. بستگی به نوع عملکرد مورد نیاز برای ست پوینتمون و حدود قابل قبولی که در نظر میگیریم و بستگی در واقع به میزان کارآمدی و پایداری سیستممون میتونیم اون پکیج کنترلیمون رو انتخاب کنیم. یک کنترلر در واقع بسیار دقیق و شدیداً تنظیم شده عملکرد خوبی میتونه داشته باشه، اما در مقابل تغییرات فرآیندی شدید میتونه بسیار غیر مقاوم باشه و سیستم دچار ناپایداری بشه. همچنین کنترلری که خیلی دقیق تنظیم نشده باشه هم عملکرد ضعیفی داره و در مقابل تغییرات زیاد با اینکه احتمال ناپایداری کمتری داره، اما میتونه سیستم رو به حالت اولیه نتونه در واقع برگردونه. فلوچارتی که در واقع در شکل میبینید برای انتخاب یک کنترلر فیدبک ارائه شده. در حالت کلی اگر آفستمون بیش از حد نباشه از یک کنترلر تناسبی استفاده میکنیم. اگر نویز خیلی شدید باشه، زمان مرده زیاد باشه یا ظرفیت فرآیند کم باشه، میتونیم از کنترلر پی آی استفاده کنیم. و اگر نویز زیاد نباشه و ظرفیت سیستم زیاد یا زمان مرده‌ای هم وجود نداشته باشه، استفاده از کنترلر پی آی دی
مناسب خواهد بود. اما برای اینکه یک ساختار کنترلی رو بتونیم در نظر داشته باشیم، یک استراتژی کنترل رو میچینیم و اون رو پیاده سازی میکنیم در هایسیس تا فرآیند کنترلیمون طراحی بشه. حالا وارد نرم افزار که بشیم بیشتر توضیح خواهم داد. اینجا یک مرور ساده خواهیم داشت. اول اینکه متغیر کنترلی که باید کنترل کنیم در واحد رو انتخاب میکنیم. ساختار کنترلیمون رو طبق همون پارامترهایی که در اسلایدهای قبل گفتن در نظر میگیریم.